آریانا افغان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی خوشوقت هستیم یک بار دیگر در حضور شما قرار داریم و برنامه امشب دوشنبه 15 میزان 1392 هجری خورشیدی برابر با 7 ماه اکتبر سال 2013 میلادی را پیشکش حضورتان می نماییم. بیننده های ارجمند، ما معذرت می خواهیم، امیدوار هستم معذرت ما را قبول کنین، به خاطری که قرار بودی برنامه ساعت 11 صبح امروز مهمان خانه های شما شوه، متاسفانه نسبت مشکلات تکنیکی ما موفق نشدم برنامه را از طرف صبح تقدیم کنم. بناهن با وجود ای که هنوز هم مشکلات تکنیکی موجود است، اما از آن جایی که ما بر شما وعده سپرده بودم که ساعت 7 امشب برنامه خواهم داشت، بناهن با نگاه نو میپردازیم به برنامه امشب شبکه جهانی آریانا افغانستان، نگاه یا کتنه. البته طور که شما اطلاع دارین، در این شب روز مسئله انتخابات در افغانستان بسیار داغ است. تبصره ها و مطالب گوناگون از طریق وسایل ارتباط جمعی داخلی و خارجی پخش می شود، به نشر می رسه که ما هم البته بر روال معمول صحبت خود از تبصره های روزنامه های وال استریت جورنال، دیلی تلگراف، سیاتل پست و فاینانشل تایمز آغاز می کنیم. در ادامه می ریم به سراغ روزنامه های داخلی، از جمله دنیا، ماندگار، ملی باور، سرنوشت، آرمان ملی، ویسا و هشت صبح، و طبق معمول در ادامه صحبت اصلی برنامه امشب تقدیم می‌گردد. روزنامه فاینانشال تایمز، معذرت می‌خواهم، روزنامه وال استریت جورنال در تبصره می‌نویسد یک جنگ سالار سابق که بعضی از رهبران القاعده به شمول اسامه بن لادن را به افغانستان دعوت کرده بود، نام خود را در لیست کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان درج کرد. به نوشته روزنامه، عبدالرب رسول سیاف، عضو ولسی جرگه افغانستان، یکی از محافظه کارترین رهبران اسلامی در افغانستان می باشد و در موردش سوالات زیادی موجود است، اما او یک نامزد مهم برای ریاست جمهوری افغانستان محسوب می شود که گذشتهش به حیث رهبر جهادی مورد سوال قرار دارد و در بین مردم از شهرت خوب برخوردار نیست. وال استریت جورنال علاوه می کند شعاری که سیاف با آن نامزدی خود را اعلان کرد این بود که گرد و غبار را از روی مردم افغانستان دور خواهد کرد و اشک یتیمان کشور را پاک خواهد نمود. او همچنان ادعا نمود اولین قدمی که مردم افغانستان با آن نیاز دارند وحدت ملی می باشد. اما به نوشته روزنامه، استیون بایدل، پروفیسر پوهنتون جورج واشنگتن که مشاور وزارت دفاع امریکا در امور افغانستان نیز می باشد، هشدار داده است که اگر رسول سیاف در انتخابات پیروز شود، عواقب فلاکتبار خواهد داشت و کمک های امریکا به افغانستان شاید به درجه زیاد قطع شود. روزنامه اعلام می کند چهره سیاف در بین افراطگرایان به اندازه محبوب بود که گروه افراطی ابو سیاف در فیلیپین نام او را بر خود گذاشته است. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، هرچند سیاف در جنگ های داخلی در سالهای 1990 دست داشت و ارتباطاتش با رهبری القاعده و افراطگرایان دیگر هم واضح بود، اما بعد از 11 سپتامبر او در جنگ علیه طالبان طرف امریکا را گرفت. دیلی تلگراف می نویسد بعد از 11 سپتامبر رسول سیاف در چوکی ولسی جرگه گوشه‌گیری کرد،
از انظار مردم خود را دور نگه داشت و در عقب پرده روابط نزدیک را با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قائم کرد. روزنامه می افزاید گرچه سیاف در انتخابات شاید قدرتمند جلوه کند، اما نظریات محافظه‌کارانه وی در بین گروه های مخصوصا زنان افغانستان، سازمان های حقوق بشر و همچنان حلقات دیپلماتیک غربی منبع نگرانی بباشد. روزنامه فاینانشال تایمز در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطلبی را به نشر رسانده، در بخش از آن آمده است: سیاستمداران و جنگ سالاران افغان از سال 2001 میلادی به این سو به هدف انتقال قدرت به شیوه دموکراتیک یکی بعد دیگر خود را به مقام ریاست جمهوری کاندید می کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان به قدرت رسید و دو دوره ریاست جمهوری را تکمیل کرد و در سال آینده قرار است قدرت را به رئیس جمهور جدید واگذار کند. با گفته نویسنده مقاله، در حالی که حملات طالبان بر اهداف نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان ادامه دارد، انتخابات پنجم ماه اپریل سال آینده رئیس جمهوری جدید را تعیین می‌کند. فاینانشال تایمز در ادامه این مقاله می‌گوید تعدادی از جنگسالاران افغان که در جنگ‌های داخلی افغانستان دخیل بودند برای رقابت‌های ریاست جمهوری افغانستان نیز خود را نامزد کرده‌اند. بنوشته روزنامه، ده ها سال بعد از جنگ داخلی افغانستان باز هم نسبت به احزاب سیاسی شمار زیادی از جنگسالاران در میدان سیاسی این کشور نقش گسترده را بازی می کنند. فاینانشال تایمز علاوه می کند در حال حاضر حدود 70,000 عسکر خارجی در افغانستان حضور دارند. امیدها بر این است که با موجودیت این قوا انتخابات ریاست جمهوری به وجه درست برگزار شود. روزنامه سیاتل پست به خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان اشاره کرده می گوید موافقتنامه بین کابل و واشنگتن بعد از سال 2014 میلادی در مورد چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مسئله است که بر مبنای آن به عساکر و قراردادیان آمریکایی که در افغانستان باقی می مانند در تحقیق و تعقیب قضایی مسئولیت می دهد. بنوشته روزنامه، این موضوع است که مانع امضای قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن شده است. به گفته نویسنده این مقاله، با وجود یک سال مذاکره، اختلاف روی مسئله دادن مسئولیت به نیروهای آمریکایی در افغانستان، نظریه خروج تمام نیروهای آمریکایی را از این کشور تقویت می‌بخشد. سیاتل پست در ادامه می‌نویسد آمریکا بعد از دو سال بحث در مورد خروج نیروهای این کشور از عراق اکنون امیدوار شده است که خروج قوای آمریکایی از افغانستان چنین نتیجه ندهد. روزنامه می نویسد خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان نسبت به خروج این نیروها از عراق برای این کشور به بهای گزاف تمام می شود. سیاتل پست علاوه می کند این اقدام آمریکا امکان دارد کشورهای اروپایی را نیز وادارد تا عساکرشان را از افغانستان خارج کنند، که این کار به اعتبار افغانها یک ضربه بزرگی را وارد کرده و در نتیجه باعث تقویت طالبان شده است. برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی موضوعات ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده، رقابت‌های انتخاباتی و پروسه صلح تبصره کردند. از جمله روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است که 9 تن از کاندیدان ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند. این روزنامه به نقل از یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات می نویسد که این تعداد کاندیدات دیروز به کمیسیون انتخابات حاضر شده و ثبت نام کردند. روزنامه در مطلب دیگر می نویسد که به این کاندیدان باید سرسری دیده نشود. نویسنده اعلام می کند که در مسئله کاندیداتوری قوت‌های جهادی به ساختار قومی تبدیل شده است. ثبت نام یک تعداد کاندیدان را به انتقاد گرفته میپرسد افرادی که چانس پیروزیشان را در رقابت‌های انتخاباتی کم می‌نگرند به چه دلیل خود را نامزد می‌کنند. روزنامه آرمان ملی هم در سرمقالش به کاندیدان ریاست جمهوری آینده اشاره کرده و خواهان تضمین صحت این کاندیدان شده است. روزنامه همچنان می‌افزاید بر مسئله ثبت دارایی این افراد باید توجه صورت بگیرد. با باور سرمقاله نویس آرمان ملی، کمیسیون مستقل انتخابات تا حال
فرم تثبیت دارایی های کاندیدان را در الماری ها قفل کرده است. نویسنده می افزاید که این مسئله باید توسط رسانه ها آشکار گردد. روزنامه سرنوشت موضوع را تحت نام بانک های جعلی رای به نشر رسانده است. در صفحه نخست این روزنامه آمده است که در گذشته زنان در ولایات جنوب و شرق برای دادن در انتخابات شرکت نمی کردند که به گفته نویسنده روزنامه این بار مردان هم به سبب نداشتن کارت رای دهی و اراده نداشتن انتخاب رئیس جمهور در انتخابات آینده سهم نخواهند گرفت. روزنامه سرنوشت در این مطلبش از حکومت ابراز انتقاد کرده می نویسد که هر فرد در شمال کشور کارت رای دهی در دست دارد، زیر آنان تحت حاکمیت قماندانان و جنگسالاران قرار دارند. نویسنده سرنوشت تاکید می ورزد هر که به پروسه انتقال عادی قدرت باور دارد، حال به این نتیجه رسیده است که بیلانس قدرت را جنگسالاران و انحصار کنندگان قومی تعیین می کنند. روزنامه بیلی باور هم با سرخط درشت نوشته است که کاندیدان ریاست جمهوری در تلاش تجارت قومی هستند. با باور این نویسنده، کاندیدان ریاست جمهوری نسبت به هر مسئله دیگر ساختار قومی را در نامزدی خود مد نظر می گیرند. در این حال روزنامه ماندگار روی پروسه صلح در کشور بحث نموده و موضوع رهایی ملا برادر، یک تن از بزرگان طالبان را از زندان پاکستان، یک حرف بیهوده برای پیشبرد گفتگوهای صلح در کشور می خواند. این روزنامه مطلبی را تحت نام ملا برادر در خدمت کرزی یا استخبارات پاکستان به نشر رسانده است. روزنامه در ادامه می نویسد که نقش ملا برادر در پروسه صلح شکست سیاست ریاست جمهوری را نشان می دهد. با باور نویسنده در آستانه انتخابات ارک نشینان تلاش دارند تا با امضا نکردن قرارداد امنیتی و دفاعی و با رها کردن سران طالبان از زندانهای پاکستان درایت در سیاستشان را برخ مردم بکشند. اما نویسنده این موضوع را ناشی از سیاست ضعیف آنان می پندارد. در این حال روزنامه دنیا گفته های پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان را به نشر رسانده که از رئیس جمهور حامد کرزی خواسته است تا به خشونت‌های کشورش پایان بخشد. روزنامه به نقل از گفته‌های پاپ فرانسیس اعلام می‌کند که وی برای رئیس جمهور کرزی توصیه از بین رفتن تروریسم و خدمت به مردم افغانستان را کرده است. و فکر می‌کنم که این توصیه پاپ بسیار ناوقت است بر رئیس جمهور افغانستان که تازه برای رئیس جمهور افغانستان توصیه شده که در از بین بردن تروریسم و خدمت به مردم افغانستان باید آماده شود. خب بیننده ارجمند، در برابر ما لیست نام نویس کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان قرار داره و شما یک بار نه دو بار نه بلکه به کرات این لیست از طریق تلویزیون ها مشاهده کردین و از طریق روزنامه ها و فیسبوک هم از نظرتان گذشته. بر صورت سرانجام مرحله ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به پایان رسید و تیم‌های انتخاباتی مشخص شد. با اینکه در هفته‌های اول و دوم افراد کمی برای ثبت نام به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات رفتند، اما دیروز حضور نامزدان گسترده بود. ثبت نام شمار زیادی از نامزدان در آخرین روزها بیانگر این است که نامزدان خواستند با احتیاط و تا حدود سنجیده حرکت کنند. از جانب نبود معاونین ریاست جمهوری هم سبب شده بود تا کاندیدان بیشتر به پرسپال بپردازند، به کوچه ها برایند، به خیابان ها برایند، البته از طریق فیسبوک و اینترنت و تلفن هم تماس های حاصل کنند تا معاونین دلخواه خود پیدا کنند، تا جایی که یکی از کاندیدان مجبور شده که آشپز یکی از رستوران ها را که البته تعلیمی یافته بود او را به حیث معاون خود معرفی کنه. دیده شد که در طول دوره ثبت نام تلاش ها بر آرایش تیم ها متمرکز بود و شرکت کنندگان در این رقابت ها تلاش داشتند با جلب حمایت های بیشتر در این پروسه اشتراک ورزند. از سوی دیگر این تأخیر نشان دهنده بی ثباتی در جبهه گیری های انتخاباتی نیز بود. بسیاری از افراد در این عرصه
در موضع‌گیری هایشان متأثر از چانه‌زنی ها روی تقسیم امتیازات احتمالی بودند. در این گیرودار و تاثیرگذاری بعضاً دیده می شد که افراد و اشخاص در بازی های انتخاباتی مشغول بود و روزهای متوالی گرفتار رفت آمد در تیم های انتخاباتی مختلف بودند تا بتوانند به آنچه از انتخابات و بازی های مرتبط با آن توقع دارند دست پیدا کنند. من خود شاهد هستم. تقریبا 3 نفر از کاندیدا به من گفتند که معاون اول ریاست جمهوری، یعنی معاون اول ما، آقای احمد ضیا مسعود است. اما بالاخره گفته این مردم سر و پای آقای احمد ضیا مسعود از گریبان آقای زلمه رسول نمایان شد. شرایط در افغانستان به مردم این کشور حق داده است تا در جهت اعمال حاکمیت به صورت نمایندگی در انتخابات اشتراک کرده و نمایندگانی را در جهت اجرای این حق برگزینند. مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی سیاسی افغانستان عالی ترین مقام محسوب می شود. شخصی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود در رأس دولت افغانستان قرار می گیرد و از این صلاحیت برخوردار است که در رهبری اداره های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور نقش داشته باشد. یکی از مشکلات جدی موجود در افغانستان متغیر بودن موضع‌گیری های سیاسی است که از سوی سیاستمداران کشور اتخاذ می شود. این مشکل در طول دوره های اخیر سیاسی کشور وجود داشته است. این مشکل بر انتخابات و پروسه ثبت نام نیز تأثیر گذار بوده. با باور بسیاری از کارشناسان یک دلایل تأخیر در ثبت نام شمار زیادی از نامزدان انتخابات این بود که میان نامزدان و معاونان نامزدان اعتماد وجود نداشت و این به اعتمادی هنوز هم در بینشان وجود دارد، با وجود آنکه دیروز اسامی کاندیدان و معاونانشان به نشر رسید تا جایی که امروز یکی از معاونان یکی از کاندیدان پس از 24 ساعت از کاندیداتوری خود و از حمایت خود از کاندید مورد نظر صرف نظر کرد و رسما استعفا داد. با خاتمه یافتن دوره ثبت نام و مشخص شدن آرایش تیم ها وقت آن فرا می رسد که مردم روی تیم های شرکت کننده در انتخابات دقت کرده و در خصوص شعارها، برنامه ها و توانمندی ها و قابلیت های این تیم ها ارزیابی کنند. در افغانستان به مردم حق داده شده است تا در جهت اعمال حاکمیت به صورت نمایندگی در انتخابات طوری که پیشتر گفتم اشتراک کرده و نمایندگانی را در جهت اجرای این حق برگزینند. باید گفته شود که این مردم است که می توانند با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فردی را برای قرار گرفتن در مقام ریاست جمهوری افغانستان انتخاب کنند. اهمیت انتخابات و تأثیری که نتیجه انتخابات بر سرنوشت سیاسی کشور میگذارد ایجاب میکند که مردم نقش خود را در انتخابات درک کرده و با اهمیت انگاری ویژه با این پروسه مهم سیاسی و ملی برخورد نمایند. تیم پیروز میشود و عنان رهبری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور را به دست میگیرد. باید این شایستگی را داشته باشد که از عهده این مسئولیت برآید. از سوی دیگر این تیم از سوی مردم انتخاب می شود. مردم از یک سو در انتخاب این تیم نقش دارد و سوی دیگر ناگزیر است که پس از انتخاب سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی جامعه را به این تیم بسپارند. پس ایجاب می نماید که مردم تیمی را تعیین کنند که شایستگی عهده‌دار شدن این مسئولیت را داشته باشد. برای اینکه مردم بتوانند انتخاب شایسته‌ای داشته باشند، بهترین راه این است که در راه معرفی و تحلیل و تبصره روی کاندیدهای شرکت کننده در انتخابات از سوی رسانه ها، تحلیلگران و کسانی که می توانند در ذهنیت دهی جامعه نقش داشته باشند کار صورت گیرد. البته این کار باید غیر جانبدارانه باشد تا بتواند تصویر واقعی از آنچه در بازار رقابت انتخاباتی وجود دارد به مردم ارائه شود. فهرست نامتجانس نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بسیار طولانی شده و تقریباً به 28 نفر رسیده است. اگر این فهرست تا روزهای نزدیک به اعلام نهایی فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از سوی سیاسیون
فشرده نشود مشکل‌های جدی خلق خواهد شد. فهرست طولانی نامزدان رای دهنده‌های اکثرا بی سواد را سردرگم می سازد. فهرست طولانی همچنان آرای بیشتری را باطل می سازد. پیدا کردن فرد مورد نظر از میان فهرست طولانی نامزدان حتی برای یک رای دهنده با سواد و آشنا با چهره های سیاستمداران مشکل است. چه رسد برای دهنده های بی سواد و سال خورده؟ همچنین فهرست طولانی نامزدان امکانات کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان بودجه روند انتخابات را به هدر می دهد. چرا باید برگه بزرگ رای مزین با 20 عکس به چاپ برسد؟ در آغاز گرم شدن بحث انتخابات و پس از آن که آقای کرزی قوانین مربوط به انتخابات را توشیح کرد، بحث اجماعی ملی مطرح شد و عده‌ای از سیاستمداران تلاش کردند تا چند تکت شکل بگیرد و از پراکندگی جلوگیری شود. اما متاسفانه این تلاش‌ها شکست خورد. شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی از هم پاشید. اتحاد انتخاباتی نیز نتوانست انسجام خودش را حفظ کند و یک نامزد واحد معرفی نماید. سیاستمدارانی که ستون‌های اصلی این اتحاد را تشکیل می‌دادند، به جای اینکه از یک نامزد واحد حمایت کنند، ترجیح دادند در تیم‌های گوناگون به سمت معاون برگزیده شوند. پراگندگی سیاسی به جای رسیده که از یک خانواده دو برادر در برابر یکدیگر نامزد شدند و حتی کسانی که مدعی نمایندگی از منطقه از یک منطقه هستند نیز به جای انسجام در برابر هم قرار گرفتند. به طور مثال تنها از قوم احمدزی 4 کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. اگر آقای هدایت امین ارسلا و یک دو تن دیگر را هم به آنها بیفزاییم، تعدادشان به 8 تن از یک قوم و یک منطقه می شود. پراگندگی در جبهه سیاستمداران هم تیم رئیس جمهور کرزی که گمان می رود به تشویق او نامزد شدن نیز بیداد می کند. بسیاری از وزیران و مشاوران آقای کرزی خودشان را نامزد انتخابات رئیس جمهوری کردند. به نظر می رسد آنانی که هم تیم کرزی خوانده می شوند به دلیل تضادهای درونی در معرفی یک نامزد واحد شکست خوردند. ناکامی طبقه سیاسی افغانستان در جلوگیری از پراگندگی سیاسی نشان دهنده این است که نسل کنونی سیاستمداران توانایی این را ندارند تا فضای مناسب سیاسی شکل دهند. این نسل از سیاستمداران صرف برای رسیدن به قدرت و ثروت و به صورت شخصی سیاست میکنند، نه سازمان و نه حزب. این وضعیت سبب شده است که تیم‌های انتخاباتی نتوانند برای بیرون رفت از بحران‌های امنیتی، فساد اداری، اقتصادی و اجتماعی برنامه ارائه کنند. در حال حاضر متاسفانه هیچ تیمی برنامه مدون و مکتوب ندارد. به نظر نمی رسد با شروع کارزار انتخابات تیم‌هایی که خود را نامزد کردند برنامه ارائه کنند. برنامه ریزی و ارائه اسناد مکتوب کار یک شبه نیست. اپوزیسیون کرزی یا مخالفین سیاسی کرزی در طول 5 سال گذشته هیچ برنامه اقتصادی، سیاسی و امنیتی به صورت مدون و علمی ارائه نکردند. اینها همه ضعف‌های جدی ساختاری نسل کنونی سیاستمداران افغانستان را برملا می سازد. هنوز هم فرصت کافی برای فشرده‌سازی فهرست طولانی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. سیاستمداران کشور باید حداقل در این مورد ابتکار به خرج دهند و این فهرست را پیش از 25 عقرب فشرده سازند. فشرده سازی فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حداقل انتظار است که مردم افغانستان از این سیاستمداران بی تجربه دارند. بیننده های ارجمند، هموطنان عزیز، طوری که به مشاهده می رسد باز هم معامله و معامله. البته طوری که اگر شما نظر بندازیم به لیست نام نویس کاندیدان ریاست جمهوری، البته ما به دلیل این لیست نام متجانس گفتم که شما چطور میتونین هماهنگی ایجاد کنین، چطور میتونین یک تجانس ایجاد کنین و یا ای که مثلا تجانس به وجود بیاید که یک تیم متشکل از اشرف غنی احمدزی تکنوکرات بتونه با
جنگسالار کارکشته و مشهور عبدالرشید دوستم همکاری کنه و اینا بتانند در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به موفقیت دست پیدا کنند. من خودم شخصا تا جایی که دکتر اشرف غنی احمدزاده میشناسم یک آدم بسیار احساساتی است و بسیار عجولانه تصمیم گرفته و فکر میکنم خودش به قلم خود سند خودکشی سیاسی خود امضا کرده. اگر آقای اشرف غنی احمدزاده فکر میکنه که با آرایی که عبدالرشید دوستم برش میاره او میتونه رئیس جمهور افغانستان شوه، بنابراین جایگاه خودش در میان قومش و منطقهش در کجا خواهد بود؟ بنابراین من 80% پیشبینی میکنم که با این آرایش سیاسی را که آقای اشرف غنی کرده به هیچ وجه چانس موفقیت برش متصور نیست متاسفانه. همچنان کاندید شدن تعداد از جنگسالاران، اشخاص و افرادی که دوسیه های زخیم و کلفت دارند، به شمول محمد اسماعیل معاون اول عبدالرب رسول سیاف، صرف نظر از اینکه خود عبدالرب رسول سیاف چه گذشته داره، چه طرز تفکر داره و در جنگ های داخلی افغانستان چه نقشی داشته است، به معاون اولش شما نگاه کنین، محمد اسماعیل، جنرال محمد اسماعیل، امیر محمد اسماعیل یا تورن محمد اسماعیل، آقای محمد اسماعیل $30 میلیون فقط یک دوسیه داره. زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان میکنه که تا زمانی که کدام مدرک و تا زمانی که کدام سند قانونی از طریق محکمه به دست ما نرسیده باشه ما نمیتونیم کسا محکوم کنیم، اما این را فراموش نکنیم که افراد و اشخاص مثل محمد اسماعیل و سایر وزرای دولت آقای کرزی که تعدادشان به 13 یا 14 نفر میرسه همه دوسیه دارند و ای که دوسیه هایشان در لویسارانواله افغانستان به دوران نیفتاده، بازم معلوم میشه که کمی و کاستی و کوتاهی از دولت افغانستان است و شخص آقای کرزی است که به چه دلیل افراد و اشخاص فاسده مورد پیگرد قانونی قرار نداده است. همچنان در یک خانواده دو برادر خود کاندید کرده، جالب است. بازم سخنم برمیگرده به دکتر اشرف غنی احمدزی. شما که در خانواده تان اداره نداشته باشین، شما که در خانواده تان نتانین امنیت برقرار کنین، دیسپلین برقرار کنین و برادر خردتان از شما تمرد و تخطی کنه و در خصومت و دشمنی با شما برای و خود کاندید کنه، بنابراین من فکر نکنم بازم ما به صحبت قبلی خود برمیگردم، کسی که در قوم و در منطقه خود جایگاه نداشته باشه چطور میتونه در سایر مناطق افغانستان آرای آمره به دست بیاره؟ همچنان سایر کاندیدا یک عده افراد و اشخاص هستند که فقط به منظور امتیازگیری خود کاندید کردن. واقعا اگر شما متوجه شوین و این لیست، چون لیست 28 نفر است و من اطمینان دارم که شما این لیست خواندین، به طور مثال دکتر عبدالله، صرف نظر از این که دکتر عبدالله در جریان جنگ‌های داخلی چی نقش داشته، انتخاب معاونینش ببینین، هر دو معاونش ناقض حقوق بشر و هر دوش جنگسالار و هر دوش اگر در افغانستان عدالت برقرار میشد اینا نه تنها ای که دوسیه می داشتن، اسناد موجود می بود، بلکه جای هر دوش کجا بود؟ زندان. به این صورت افراد و اشخاص فرصت طلب، افراد و اشخاص که قبل طور که من پیشتر گفتم برای اینکه یک امتیاز به دست بیارن خود کاندید کردن تا در نهایت، یعنی پس از اینکه این فهرست نامزدها نهایی شد، فکر میکنم تاریخش 28 ماه عقرب است، بعد از او دیگه وقت چانه‌زنی ها و معاملات شروع میشه. به طور مثال یک کاندید میگه که من 20,000 رای دارم، با مو ذکاوت و با مو چی میگن هیلگری و دسیسه سازی و امو استعداد که در رای منفی ما افغان ها داریم، فران با استفاده از این امکانات پیش
کاندید که چانس برنده شدن دارن، برای زو میره میگه که من 10,000 20,000 یا 30,000 یا 100,000 رای دارم، از بنفع تو از کاندیداتوری خود صرف نظر میکنم، استعفا میکنم، برای من چی میتی؟ بازی وقت است که یا برای آقا ولایت وعده میشه یا سفارت وعده میشه یا وزارت وعده میشه، و به این ترتیب تعداد 28 نفر امکان داره به 8 نفر برسه یا به 10 نفر برسه یا به کم و بیش. اما نهایت در این بازی خطرناک بازنده اصلی باز هم مردم افغانستان است. مردم افغانستان است که یک بار دیگر اینا باز هم در اثر معامله‌گری ها، در اثر سازش ها، سرنوشت خودشان به دست خود خراب می سازند. برین را ارجمند، هموطنان گرامی، هموطنان ارجمندم که در داخل افغانستان هستین، در قرا زندگی میکنین، در قصبات زندگی میکنین، فقط به کارنامه هر کاندید بنگرین. شما ایره فکر نکنین که امروز تلویزیون طلوع یا یکی دو تلویزیون دیگه بیشتر تصاویر کی رو به نمایش میگذاره. حتما سوال موجود است، سوال موجود است که به چه دلیل تلویزیون هایی کار میکنن؟ بازم پول صحبت میکنن. او کاندیده که اون نامزده که پول بیشتر داره، بیشتر روی صحبت میشه، بیشتر ویدیوهایش به نشر میرسه، بیشتر در موردش تبصره میشه. اما اگر شایسته سالاری مطرح باشه، اگر درایت و عقلانیت مطرح باشه، ما خود میدانیم که در بین این کاندیدا چه افراد و چه اشخاص واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری در افغانستان هستند. پیشینه یا کارنامه، اگر جنگ سالار است، اگر دستش به فساد اداری آلود است، اگر دستش به قاچاق مواد مخدر آغشته است، اگر مرتکب جرم و جنایت شده، اگر زمین مردم غصب کرده، اگر کسی که شما عاجز به این نیست که یک محکمه بیاد در موردش قرار خود صادر کنه. ما خود تجربه های زیاد داریم. امروز خود افغانستان امروز یک داکومنت یا یک سند بسیار معتبر است، ای که در افغانستان کیها چی کردن. بنان به سراغ شخص برین که از تحصیلات عالی برخوردار باشه، دیانت داشته باشه، افغان خوب باشه، صادق باشه، جرأت داشته باشه، شهامت داشته باشه و کسی باشه که منافع ملی افغانستان ترجیح بده بر منافع خود و خانواده خود، شخص باشه که مبارزه با فساد اداری در صدر آجندای کاریش قرار داشته باشه، کسی باشه که برش پشتون و افغان و تاجک و هزاره مطرح نباشه، فقط به حیث افغان. هر کس که از افغانستان است، هر کسی که افغان است از افغانستان است، و در نزد او کاندید یا او نامزد که تبعیض وجود داشته باشه، تعصب وجود داشته باشه، شما باور کنین که کار این مملکت از این روز و این روزگار بهتر نخواهد شد. بیننده ارجمند، این برنامه برنامه زنده است. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان و میخواهیم از شما بشنویم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله، سلام علیکم. ما مشکلی هستی جان؟ سلام و احترام خدمت شما تقدیم میکنم. بفرمایید. برادر عزیزم، میبخشید دلیل لحظه صحبت هم میکنیم. همی راجع به معامله گری ها گفتین، یک کلمه معرض دارم خدمت. بفرمایید سب، خواهش میکنم. همیش که ویر اشرف غنی احمدزی واضح گفت کسانی که کامیاب نمیشن، ما اونا را در اعضای حکومت خود میگیرم. بله. یادتون باشه. بله بله. بله، یعنی که معامله میکنم همش. بله بله، معامله میکنم. چقدر خوب گفتین. بسیار خوب گفتین. یعنی واضح گفت، یعنی یک موضوع پوت و پنهان نیست. کاملا درست. بشرمانه. بشرمانه همین که موضوع را گفت که کسانی که کامیاب نمیشن، ما اینا را در اعضای حکومت خود میگیریم. باز اینمی یعنی مردمی که ساکت بودن، اینمی مردم مکمل میان پس دوباره. بله بله، متاسفانه برای به مو شکل خواهد بود. تشکر بسیار. خواهش میکنم. لطفا زنده باشین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. السلام علیکم جناب محترم آقای مسکینی. السلام علیکم سپ، صحت شما خوب هستین؟ لطف میکنین. تشکر، لطف میکنین. آقای نیازی هستین. ولی که خدا در انتخابات شریک اشراق کردن، اینا کلشان خون خورا هستن که خون مردم چوشیدن اکثر از این. و یک نفری که دقات از اینا که نفر بسیار سعیز برای مردم افغانستان میخواه خدمت کنه، از زلای لودین است. از زلای لودین پیسه نداره.
اگر مثل دیگه آوار وام رشوت میخورد حق مردم هم میخورد، امروز وام پیسه دار بود وام میکرد. چرا ما هم یک فان ریزنگ نکنیم از مردم آلمان، مردم استرالیا، از کانادا، از امریکا یک فان ریزنگ برازی کنیم، یک چیز پیسه برای جور کنیم؟ اگر راستی میخواییم که افغانستان آرام شود، اگر نه که میخواییم که باز یک دو سال دیگه دلیست یک خونخور بفته تمام روز باز جگر خونی کنیم، بدرد نمیخوره. یعنی می 100 دلار یا 200 دلار که خیرات میتین یک نفر یک روز یا دو روز نان میخوره، همون رو می کار نکنین. امیر برمی آقای عزیز لای لودین یک فانیزین کنیم، یک پیسه جمع کنیم کمی به خیر خداوند نمیره کامیاب بسازه. یعنی می یک نفر دمی قات کل از یا هست ده کل از یا که از ظالم هست، همین ظالم ها پس سر کار ده تمام روز پشیمان میشین. یعنی این وقت هست و خوارا برادر آقای عزیز دو برتان بلیاز خدا بلیاز قرآن کمک کنین. همین از لای لودین هر قدر نمی باشه، هر چیزی که میتونین کمک کنین، کمک کنین کمی به خیر خداوند اینو موفق بسازه، خداوند کامیاب بسازیش. اینم یک نفر در افغانستان است دیگه کلی ظالم دیگه. زیاد وقت نمیگیرم، زنده باشین. تشکر میکنم، یک بار موقع دادید. زنده باشین، زنده باشین. خب البته بینندگان ارجمند، بعد از اینکه فهرست نامزدها نهایی شوه، با افتخار شبکه جهانی آریان افغانستان البته به حمایت آقای عزیز الله لودین برخواهد خواست و ما در سطح جهانی البته همیاری را اعلان میکنیم و از هموطنان ما دعوت خواهد کردیم، خواهش خواهد کردیم تا بر اولین بار خواهد بود که ما در برابر کمره تلویزیون قرار خواهد گرفتم و برای همیاری و همدلی و همگامی همصدایی با آقای لودین از شما تقاضا خواهد کردم که البته مساعدت های مادی و معنوی بکنین که انشاءالله البته وقتی که فهرست نهایی شود، یعنی ای که کاندیداتوری یا کاندیدی یا نامزدی جناب دکتر عزیز الله لودین نهایی شود. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. السلام علیکم، من سوال میکردم. السلام علیکم بفرمایید. جان بفرمایید. یک پیشنهادم سوالم. جان خواهش میکردم بفرمایید. مسکینیار صاحب گل سلام علیکم. السلام علیکم. میخواستم بگویم که ما طرفدار عزیز لای لودین هستم. در این جمله کسایی که میبینم پاکترین انسان، خوبترین انسان و انسانی که در قدرت کم خود تانست جنایتکارای جنگی را و کسایی که بسیار قدرت داشتن اونا را با سرانوالی معرفی کردی که آقای کرزای چیز نکد یا آقای گناه آقای لودین نیست. اما ما از آقای لودین میخوایم که در برنامه خود که میگه که چی کارا خواهد کرد برای ملت افغانستان وعده بده، یکی از چیزهاییست که ما برای کسی که رای میتم و ما حق رای ندارم در اینجا هستم و در افغانستان باز دوستای دارم که از اونا پشتیبانی بکنن که اونا برای ملت افغانستان وعده کنن که ما جنایتکارای جنگی را با محاکمه میسپاریم و با طالبا که نوکرای آیسای هستن با اونا ما معامله میکنیم، اونا را بسیار ضربه شدید خواهد زدیم. ما به این باور دارم که اگر در افغانستان یک رژیم بیای، یک رژیم ملی که او جنایتکارای جنگی را محکمه کنه. امروز در اوائل که امریکا آمد مردم طالبا را از قریجات خود کشیدن، وقتی که اونا دیدن که دوباره جنایتکارای جنگی کارای کردن، دوباره مردم امو طالبا را به قریجات خود دعوت کردن. اما اگر در افغانستان یک حکومت قانونی بیایه و در اوجه رشوت چور چپاولی گپا از بین بره، دونو وقت است که ملت افغانستان دوباره امرای حکومت خود یک جای میشه، امرای ملت خود یک جای میشه و طالبان از قریجات خود میکشه. ما هیچ ضرورت نداریم که با طالبان مصالحه کنیم. اینی چیز اگر شوال خود تشکر بتا، ما 100% طرفدارش هستم. هر کمک هم که از دست ما شو ما برش میکنم. ما آقای لودین خودم شخصا هیچ وقت ندیدیم، اما اعضای فامیل ما امرای از او مسکینیار سب رقمی که شما خبر دارین مرا میشناسین، خانواده مرا امرای از او دوستی بسیار نزدیک دارن. تا جایی که ما میشناسم پاکترین انسان، خوبترین انسان. در این جمله تمام کسایی که خود کاندید کرده
آقای لودین است. دیگه بسیار ما از شما خوشحالم برای وقت دادین، موقع دادین و گپ خدا بزنم. شما را به خداوند پاک سپردیم. زنده باشین. تشکر لطف میکنین. خب بینیده ارجمند، از آن جایی که من خودم در تبصره امروز هم گفتم که تا امروز هیچ کاندید برنامه خود اعلان نکرده و حتی مخالفین سیاسی آقای کرزی از جمله دکتر عبدالله و جبه ملی و نیفم تیم انتخاباتی و کینا به نامهای مختلف سبز و سرخ و زرد و اینا خودم مسما کردن، هیچ وقت اینا به مردم افغانستان نوید یک آینده روشن ندادن. یعنی به برنامگی یک از امراض است که آید حال سیاسیون کشور ما شده. اما برتان اطمینان میتونم که جناب دکتر عزیز الله لودین البته با یک برنامه بسیار مفصل که به مردم افغانستان ارائه خواهند کرد آمادگی خود برای احراز مقام رئیس جمهوری اعلان میکنند و البته طور که خود آقای لودین میگن من هیچ وقت نمیخوام تنها تصمیم شخصی بگیرم یا تصمیم انفرادی بگیرم. آقای لودین سخت به این باور هستند که باید یک تیم مشاورین داشته باشند، چنانچه در جریان مصاحبه خود هم به این مسئله اشاره کردند. سایر کاندیدا هم البته آدم نمیتونه با یک گفتی مردم شلاق همه را بکوبه. البته در بین 28 نفر کاندیدی که هست ما شاید 3 نفر یا 4 نفر داشته باشیم که روی 3 4 نفر تعمق کنیم که بیشتر آقای لودین است نظر به سوابق و صداقت و اما پاک نفسی که ای آدم داشته و ای به هیچ وجه سبب از این نمیشه که خدای نخواسته ما سایر کاندیدار یا نامزدار بگیم که اینا صادق نیستن یا خدای نخواسته کدام بستستای جنگ سالارا و کسایی که گذشتهشان بر همه هویداست، یعنی اینا یک سابقه خراب دارن. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. آقای مسکینیا سلام، نام محمد است، از کرونا زنگ میزنم. السلام علیکم محمد جان، خوب هستین؟ بفرمایید، زنده باشین. من فقط یک تفسیری کوچک میکنم. شما شاهد 3 هفته قبل سفر آقای زلمه خلیلزاد بودین، اولین استاپی که کرد در خانه دوستان بود. بله. و شما خودتان میفهمین در دوره دوم کرزی امریکا اشرف غنی را زیر حمایه خود گرفت، وزیر تعلیم و تربیت خود گرفت و ای را آماده ساخت و از سفر خلیل زلمه خلیلزاد معلوم میشه که دستورات CIA را نشر کرد در بین امی جنگ سالارا و اینا را به اصطلاح آماده ساخت که تا خود آماده بسازن برای راوند 3 که اینا امریکا دانتراو از ایناست، بخاطر از اینکه اینا پولی که از امریکا آمد همش در جیبا از اینا جای گرفت و اینا مجبور هستن که دستورات امریکا را تعقیب کنن. ما ملت افغانستان، ما مخصوصا ما از شما خواهش دارم و از دیگر تلویزیون ها که اگر بتانیم ما ملت افغانستان در داخل خود افغانستان که بر از اینا معلومات بتیم 24 ساعت بر از اینا با گوششان پف شود گفته شود که اوگرا در امی رهبر صاحبای ما و شما امی کسایی که در کاندید آمدن اینا دوره های خود تیر کردن. امی زیا مسعود صدریازم بود چی کرد؟ امی عبدالله صدریازم بود چی کرد؟ امی دوستان سمت شمال چی کرد؟ اینا چی کاره بودن؟ چی کرد غیر از کشتن چور چپال و پول ملت حق ملت افغانستان اینا در جیبای خود در بانکا در تاجیکستان در ازبکستان در دبی اینا مفقود ساختن. بر از اینا گفته شوه که فامانده شوه باز در پالیش همی آقای لودین که بس ما هم شما را به اصطلاح قبول دارم هم نظر هستم هم رایتان که پاکترین شان همی آقای لودین است. باز از این آدم پیش شوه من فکر میکنم که بدون از یک پلان صحیح و یک پلانی که طرح ریزی بسیار کامل نداشته باشه موفق شم و این همی جنگ سالار است و باز یک 10 سال 12 سال دیگر ما تمام روز خون خورده خواهد رفتیم این همی مرض قلبی و مرض اعصاب و مرض استروک و کل این چیز ما جای گرفته. دیگر وقت زنده باشین، تشکر لطف کرد. من یک تبصره برتان میکنم. این که من نفهم که چطور تلقین شده، یک نوع تلقین شده این که زلمه خلیلزاد همکار است در افغانستان. من میخوایم بر شما اطمینان بدم که آنچه شما فکر میکنین اوتور نیست. زلمه خلیلزاد البته با مخالفت شدید ادمنستریشن یا حکومت
آقای اوباما مواجه شده و به همین دلیل هم خودش پای خود پس کشید و به صورت غیر مستقیم از اشرف غنی احمدزی حمایت میکنه. در انتخابات گذشته هم آقای اشرف غنی احمدزی از حمایت خاص ایالات متحده آمریکا برخوردار بود، اما از آن جایی که خودش در داخل افغانستان متاسفانه کدام جایگاه نداره، این یک مشکل بسیار عمده را برش بار آورده. از آدرسی که او برخواسته یا از آدرسی که او نمایندگی میکنه، عمو مردم از این آدم حمایت نمیکنه. اگر حمایت میکرد امروز برادرش در برابرش نمیخیست، برادرش در برابرش قد علم نمیکرد. ایالات متحده آمریکا دست کسی را میگیره، ایالات متحده آمریکا با مساعدت کسی میره که اقلا در بین مردم خود نسبی یک محبوبیت داشته باشه. این بار امریکایی ها دیگه اشتباهی را که در گذشته مرتکب شدن، دیگه اشتباه را من اطمینان دارم که اینا مرتکب نمیشن. کسی را حمایت خواهد کردن، از کسی حمایت خواهد کردن، از کسی جانبداری خواهد کردن، کسی را مساعدت خواهد کردن که اقلا در بین مردم افغانستان یک جایگاه داشته باشه. به این شکل خود نمیشه که مثلا هیچ امکان نداره که در موجودیت عبدالرشید دوستم، متوری که پیشتر اشاره کردم، اشرف غنی احمدزی برنده انتخابات شود. و و و این آدم یک خودکشی سیاسی کرده، یک خودکشی سیاسی کرده که هیچ دیگه بر از این راه بیرون رفت نمانده. یعنی اشرف غنی احمدزی من فکر نکنم که 10% هم چانس داشته باشه، با وجودی که در حمایت از اشرف غنی احمدزی خلیلزاد، حنیف اطمر، آقای جلالی و تا غیر مستقیم شخص آقای کرزی هم اینا برخواستن. شما ببینین تقریبا در جمله 28 کاندید، 27 کاندید یا 26 کاندید مربوط یک منطقه افغانستان است و فقط یک کاندید مثلا از مردم شمال افغانستان است. این همی خود چی میگن معادله سیاسی را در افغانستان برهم زده. اما ای که اگر در روزهای آینده طور که من پیشتر گفتم این لست 28 نفر فشرده نشه و به می شکلش باقی بمانه، انتخابات نده به دور دوم، شاید به دور سوم هم بره. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم مشکلات. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. بفرمایید بیننده ارجمند. چطور هستید؟ لطف میکنم. فضل خدا در خدمت شما هستم. ببخشید یک عرض میکنم به برادرها و خواهرها که تلفن میکنم و زنگ میزنه، خدا امطار داشتم اجر بده. یک چیز است که اینا از کسی بد نگوید، چرا همه مردم میشنه؟ نه بد نگفتن، کی رو بد گفتن؟ کسی خب بد نگفتن؟ بعضی نسخان میگه که فلانه ای ترک کدن. آه جنگ سالار دیگه، او جنگ سالار نامش هست دیگه، او حاجت به اینی سال شما چیم؟ همه ما شما میفهم که کسی بد کرده، کسی خوب کرده. ما شما خواهد افغانستان هستم، یک آه نه دو زدن و دشنام دادن و توهین کردن کار درست نیست. بله. تمامی ملت بله. ما شما رو پایین میره. بله هر کس قابل احترام است ولو که مجرم هم باشد. درست از گفتان. درست است. تشکر بسیار. مثل که از آقای لودین گفتن که آدم خوب است. امی خوبی آدم رو بیان کنه. بله بدیشون رو نگوین. درست است. بله. هر کسی که کسی رو دوست داره مو خوبیش رو بیان کنه. امی بله. شاید که بد بکنه. نگه بتان درست است. تشکر. شاید مناسب نباشه که بگین که فلانه این طور. همه ما شما میفهم آدم. بله بله. که کسی چی کرده و چی نکرده. با مو خودی با مو نفری که تلفن میتونه با او نمیزی با. چرا اولادایش میشنه و مجشته و بله. یاد میگیره. درست است. درست است. امیدوار هستم که نصیحت شما تاثیر کنه. تشکر بسیار. مهربان هستم. امیدوارم میخواستم یک عرض کنم. تشکر. خیر بینی مسکین یاشم. لطف کنید. مهربان هستم. مهربان هستم. خب بینیدار جمعان تاور که من در برنامه روز پنجشنبه هم خدمت شما عرض کردم، غرض از این صحبت ها و غرض از این تبصره ها خدای نخواسته این نیست که ما کسی را توهین کنیم یا تحقیر کنیم، اما طور که بارها گفتیم با شما خود میفهمین که وقتی که یک شخصیت میخیزه و ادای زعامت ملی میکنه، بنابراین قضاوت هم در سطح ملی در موردش باید صورت بگیره. حتی افراد و اشخاصی که هیچ کدام کارام نیستن به یک وظیفه که مقرر میشن، فورا میگن یادم در گذشته چی بود، مربوط کجاست، چی کرده و کارنامش چیست. اما کسی که خود به مقام ریاست جمهوری کاندید میکنه، این وظیفه هر افغان است که در موردش یعنی باید معلومات حاصل کنه در مورد گذشتهش، در مورد این که یادم چی گذشته داشته، کارنامهش چی بوده و
ای که چی مستر خدمت شده و یا خدا نخواسته مستر خدمت نشده، یا ما باید این واقعیت ها گفته شود. چرا بر مبنای این واقعیت هاست که ما میتونیم آینده خود ترسیم کنیم، اما بدون گذشته مشکل است که شما آینده را ترسیم کنین. به می دلیل هم گفتن که گذشته چراغ راه آینده است. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم آقای مسکینی. از طرف ما هم خدمت شما سلام و احترام تقدیم است. بسیار ببخشید، من یک میخواستم بگویم که امی چون وقت بسیار اساس است. بله. نفر که تلفنی قبلی بود که یعنی نگوییم که یک آدم، اگر ما یک شخصیت یک آدم نگوییم که این آدم این نقص و این نواقص و یا جنگ سالار بوده یا بوده، مردم چه قسم تصمیم بگیرن؟ باید گفته شما. بله بله، مخصوصا نسل نو خود نمیشناسند نام یک آدم بگیرین، هیچ نمیشناسند که این آدم چی کاره بوده. اما ما خود وظیفه ما است که روشن بله. می سبب من میگم ما طرفدار گپ نفر قبلی نیستم. باید خود یک نظر دادن، یک نظر دادن دیگه. بله بله، ببخشید شما. زحمت دادم. لطف کردین. مهربان هستین. خب برین دار جوان، ما یکی دو تلفن دیگر هم جواب میگم بعد از شما مرخص میشم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، در خدمت شما هستم بیننده ارجمند. ما میخواستم با دانش برادر مطلوبتم که باید ما برای کسی نگوییم. بگم من چی میفهمم که این برادر ما آدم خوب است یا نیست؟ شما به یک برادر به خاطر یک دزی نفری که به خاطر مال ما داریم، من به خاطر یک دفعه من مثلا مال ما دارم. آقای سیاف میخیزه خود میگه من یک آدم بخیل و بیچاره و مسکین هستم، در حالی که از نار مسکین خانه را به کرا گرفته بود، یک و نیم ساعت کرا بنازه، یک و نیم ساعت کرا بنازه بیده. میفهمم میفهمم. خانه برای خانه مثلا قواره کنم، قواره که نفر از خانه در امریکا هست، این خانه را مسخوب میکنم. اگر من برای شما این نگویم، برای مردم افغانستان نگویم، چطور میشه معلوم که این مملکت فقیر و بیچاره است؟ نه گپتان درست است، من متر موافق هستم. من خودم هم چندین نمونه دارم، من چندین نمونه دارم که افراد آقای سیاف خانه مردم غصب کردن، زمینای مردم غصب کردن، یعنی زورگویی کردن، ظلم کردن، تعدی کردن. این چیزا هیچ پوشیده نمانده و مردم افغانستان کاملا آگاه هستن، میفهمن که در افغانستان کی چی کرده. تشکر بسیار. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. آقای مسکینیان عرض سلام دارم بر شما. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. در این ناوقت شب از لندن زنگ میزنید، بفرمایید. والا برنامه‌تون جالب است. برنامه‌تون جالب است. خود شخصیتتون قابل احترام است. زنده باشین، لطف کنید. من عرایض دارم آقا. امر کنین، امر کنین. بفرمایید. لطف بکنید برای ما به تعمق بشنوید. باز مشتایم سر. مشتایم. خود ما افغان دردمند هستیم و شما برادر دردمند ما هستین. برای ما اگه بتوانید شما رو برادر روشنگر ما هستین مسئولانه. خواهش میکنم. روشنگری از آن ما بیفزایید. مستان بسیار خوش میشم. اجازه بگویید. چرا نه، بفرمایید. آقای مسکینیار، ما در مورد عبدالله لودین شما یک بازپرسان لطف بکنین، این معاونین از رو معرفی بکنین یکی، و دیگه ای که شما باور بکنین، شما خو اشرف غنی هم از متیقن هستین که 80% نظر به وضعیت افغانستان نمیبره، تحلیل شما به جا دقیق کو، و این را متیقن باشین که عزیزالله لودین هم بنابر عرایز که ما برای شما میکنم 80% ناکام میشه. چرا وضعیت سیاسی افغانستان هم شما میفهمیم یک ضرب مثال از افغانستان که میگن زور چطور است و مظلوم چطور نی؟ میگم میفهمم زور است و مظلوم معلومات یک کافی بسیار عجیب غریب هست دموجه همون چیز تطبیق میشه. تا باله عرض ما ای است که ای است زلای لوتین که وقتی که برنده نشه ای مجبور است ائتلاف بکنه. ائتلافش خویست که باید بسازه بگه بسازه. ما دیدیم نتیجه سازش شده گذشته و نتیجه سازشات افغانستان دا آینده چی میشه. این نمی رو برای ما تحلیل و تجزیه بکنین. من خودم خوشبین نیستم به میگم. من منتظر صحبت شما هستم. و از طرف دیگر همی پیشتر همی آقای نیازی پیشتر زنگ زده بود طرفداری از آقای لودین میکرد، درست. ولی خود از خود از تلویزیون آقای خطاب مطرح ساخته بود که میخواست کاندیدای ریاست جمهوری شه و نمیفهمم اون چطور شد. دیگه او را هیچ جواب نداد آقای مسکینیار. بله تشکر سب، زنده باشه. خب بینیده ارجمند، اگر قرار باشه که ما اوضاع را به می شکل بگذاریم که امو او در دمو جوی که رفته به ما تو روان شوه، این کار درست نیست. ما باید مبارزه خود بکنیم. آقای لودین یک بار نه چندین بار حتی به رئیس جمهور افغانستان گفته که شما خوش هستین یا دق هستین، ما تا آخرین لحظه یعنی ادامه میتم به مبارزه خود. این تعهد است که آقای لودین به ما هم سپرده و به همکارای دیگه خودم سپرده و در حدود 160,000 رای ای آدم بدون ای که خدا را شاهد میدانم
یعنی من به مقدسات براتون قسم میخورم که لودین یک درهم، یک دینار، یک افغانی بابت جمع کردن رای نپرداخته. ایره باور کنین. وقتی که من قسم میخورم براتون، باور کنین که یک افغانی و یک دلار نپرداخته، 160,000 رای از سراسر افغانستان بر آقای لودین آمده. آقای لودین میگه که این 160,000 نفره که به من اعتماد کرده، این 160,000 نفر یا 100,000 نفر نیست که آرای خود یا رای خود در برابر پول فروخته باشم یا مرای خریده باشم. انتخابات نهایی نشان میده، نشان خواهد داد که بسیاری از کاندیدایی که توانستن 100,000 رای پوره کنن، در انتخابات نهایی شاید 10,000 رای هم نبرن، چرا پولشان تمام شده. اما 160,000 رای را که آقای لودین برای شرکت در انتخابات، یعنی برای شرکت در مقدمات انتخابات به دست بیاره، این رای رای عادی نیست، این رای پولی نیست که با پول خریده شده باشه، مانند یک عده دیگه از کاندیدای رئیس جمهوری. من در افغانستان بودم، من شاهد هستم. من براتون او که شما قبول میکنین یا نمیکنین مسئله جداگانه است. اما آقای لودین به مبارزه خود ادامه میده. من در روزهای آینده کوشش میکنم در مورد معاونین آقای لودین خدمت شما معلومات بیشتر ارائه کنم، مبنی بر اینکه اینها در گذشته چه کاره بودند. تا جایی که من اطلاع دارم، یکی از معاونینشان قبلا جنرال بودند، رتبه نظامی داشتند، و دیگرشان هم وزیر عدلیه بودند در حکومت انتقالی آقای کرزی، و همچنان سفیر افغانستان بودند در کشور کویت. من در مورد اردوشان در برنامه فردا یا پس فردا خدمت شما البته معلومات ارائه میکنم. اما ما باز هم براتون میگم که ما نباید دلسرد شویم، ما نباید ناامید شویم. شما ببینید که در طول 14 سال ما در کجا بودیم، در کجا آمدیم. امروز 28 نفر فضا در افغانستان قسم خلق شده، شرایط بستر قسم آماده شده که امروز 28 نفر خود کاندید میکنه در انتخابات ریاست جمهوری، علی‌رغم اینکه با وجود اینکه شاید تعداد زیادشان آرا رای را در بدر پول خریداری کرده باشن. یعنی من خودم بر من جای سوال همی است که یک تعداد مثلا آقای نوررحمن لیوال یا آقای نادرشاه احمدزی یا آقای داور احمد نادم، عبدالهادی دبیر، یا فرض کنین سلمان علی دوستزاده، ای افراد و اشخاص تا امروز نامشان را نکس شنیده، نه از کارنامهشان کس خبر داره، نه سوانهشان کدام جای چاپ شده یا به نشر رسیده. اما سایر کاندیدا یا جنگ سالار هستند یا تفنگ سالار هستند، یا فرض کنین که یا گذشته خوب یا گذشته بد دارن، اما چهره های آشنا هستند. این که چهره های آشنا به این معنا نیست که آدم در موردشان مثبت فکر کنه. این تعیین سرنوشت افغانستان به دست مردم افغانستان است. این مردم افغانستان باید تصمیم بگیره. این مردم افغانستان تصمیم بگیره که باید فریب نخورن. امی 160,000 رای را که وطندارای ما که برای آقای لودین دادن که بدون پول بوده، بنابراین من خوشبین هستم. من خوشبین هستم که مردم افغانستان این بار فریب ثروت و دارایی و چند وقت نان نخواهند خورد. بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، وقت برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از حضور شما مرخص میشم. فردا سه شنبه ساعت 11 قبل از ظهر به وقت غرب ایالات متحده امریکا، البته باز هم مهمان خانه های شما خواهم بود از طریق برنامه نگاه یا کتنه. همه یک شما را به خدا میسپارم. در جایی که شب از شبتان خوش و در جاهایی که روز است روزتان خوش.